بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیز، به جلسه سوم درسی مضمون اصول محاکمات جزایی سمستر هفتم خوش آمدید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان، در جلسه امروز خود ما و شما در مورد به ادامه بحث قبلی پیرامون قواعد اصول محاکمات جزایی بحث میکنیم. یک مرور میکنیم به بحث گذشته. ما در جلسه گذشته در مورد منابع اصول محاکمات جزایی، اهداف اصول محاکمات جزایی، اهداف وضع قانون اجرایی جزایی که روی چهار هدف بود، که یک هدف وقایعی بود، حمایوی بود، مجازاتی بود و اصلاحی بود صحبت کردیم، و ضمناً اصول حاکم بر اصول محاکمات جزایی را در چهار اصل مورد مطالعه قرار دادیم و رسیدیم به قواعد اصول محاکمات جزایی. در قواعد اصول محاکمات جزایی ما شما قواعد اصول محاکمات جزایی را به سه بخش تقسیم کردیم: قواعد قاعده قضاوت دست جمعی، قاعده قضاوت ثانی و قاعده مراقبت قانونی توسط سر محکمه. قاعده قضاوت دست جمعی را صحبت کردیم دوست عزیز. ما گفتیم در قاعده قضاوت دست جمعی گفتیم که نصاب جلسه قضایی در افغانستان حد اکثر سه نفر است. در بعضی حالات ما یک نفر نصاب هم میتونه که تصمیم قانونیت ببخشه، و ضمناً تصامیم اکثرا عموما به دو شکل اتخاذ میشه: یا به اکثریت یا به اتفاق، در صورتی که اگر نصاب تکمیل باشه. ضمناً در بعضی از حالات ما قضات نمیتونن که بعضی جرایم به اکثریت اتخاذ کنن، باید ببخشید به اکثریت اتخاذ کنن، تصمیم اتفاق باید باشه که او جرایم حدود بود، قصاص بود و دیات بود. و اهمیت از اینکه چرا چی اهمیت داره تصمیم دست جمعی ایران صحبت کردیم، و رسیدیم به ماده دوم. ماده دوم تشریح کردیم خدمت شما. امروز بحث ما و شما از قاعده قضاوت ثانی است. قاعده قضاوت ثانی در اصول محاکمات جزایی چی مفهوم داره؟ دوستای گرامی، قاعده قضاوت ثانی این مفهوم داره که احکام صادره محاکم در نظام حقوقی افغانستان قطعی و نهایی نیست، بلکه طرفین میتونن در میعاد قانونی به استینافخواهی و تمیزخواهی از او چی کنن بپردازن. یعنی مراجع بالایی فوقانی به خاطر رسیدگی مجدد یک دعوا یا یک فیصله ما در قوانین داره. کو مراجع عبارت است؟ محاکم استیناف است، محاکم تمیز است. البته این بحث در ماده 246 قانون اجرایی جزایی تصریح شده، که در اونجا اشاره شده که کیها میتونن بالای حکم اعتراض بکنن حکم ابتدای. اونجا معرفی شده، تصریح شده که سارنوال مربوطه و ضمناً خود شخص محکوم علیه و وکیل مدافعش میتونه اعتراض بکنه. ضمناً میعاد استینافخواهی چقدر است؟ در اونجا میعاد از 20 روز ذکر کرده، که از چه وقت مصمم میشه دوستان عزیز؟ از روزی که فیصله محکمه صادر و نقل فیصله به سم شخص محکوم علیه و وکیل مدافعش رسما ابلاغ شود. از او وقت شروع میشه تا 20 روز. کدام مرجع به خاطر استینافخواهی، به خاطر تقدیم استینافخواهی قانون در نظر گرفته؟ قانونگذار هر دو مرجع، یعنی خود محکمه صادر کننده حکم هم به عنوان یک مرجع قانونی معرفی کرده و محکمه استیناف هم به عنوان یک مرجع معرفی کرده. و ضمناً پیشتر گفتیم که کیها میتونه به استینافخواهی بپردازه. دوستای گرامی، سوال مطرح میشه که اگر قرار به این باشه که تمامی فیصله های صادر محاکم ابتدایه و یا استیناف اگر قطعی نباشه و استیناف های صورت بگیره علیهش، پس این خودش یک بیباوری بالای احکام محاکمه به میان میاره و ضمناً به اجراعات یک دوسیه را به التوا میکشانه و تراکم دوسیه را بیشتر میکنه. پس آیا سوالی است که آیا ما در قوانین خود ایتو یک حالات هم داریم که حکم در صورت در حالات در یک موارد هم داریم که حکم بدون از این که شخص اعتراض هم داشته باشه بالا از او، اما حکم قطعی شمرده شده؟
یا حالات قطعیت و حکم محکمه را داریم، میانه داریم که خوشبختانه قوانین پیش بینی کرده که در ماده 55 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم در 4 حالت حکم ابتدایی حکم استیناف قطعی است و در ماده 72 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم در 4 حالت حکم ابتدایی قطعی است. خب مثلا در اینجا در ماده 72 میگه که حکم صادر محکمه ابتدایی در احوال ذل قطعی است، یعنی به این معنا که ولو اگر طرفین دعوا به حکم قناعت هم نداشته باشند، این حکم قطعی است، عدم قناعتشان هیچ تاثیر بالا از این ندارد. پس این 4 حالت کدام است؟ یک، در حالی که طرفین دعوا به حکم صادره محکمه قناعت ننمایند، ببخشید با عرض معذرت، در حالی که طرفین دعوا به حکم صادره محکمه قناعت نمایند، یعنی به این معنی که حکم صادر شد، طرفین گفت سه اسم موافق هستیم، هم سارنون هم وکیل مدافع و هم محکم علیه ما موافق هستیم، پس این حکم ضرورت نداره که ما محکمه استیناف بده. دوم، در حالی که میاد استیناف طلبی بدون اعتراض یک از طرفین منقضی شد، پس میاد طرف انقضای میاد استیناف هایی را چند روز داشتیم دوستان عزیز؟ 20 روز. ارگاه از تاریخی که پیشتر گفتیم موسم میشه، یعنی روزی که محکمه حکم خود به طرفین ابلاغ کرد، این 20 روز ختم شد و هیچ کجا که ما یا یکی از طرفین ما به حکم قناعت، گرچه قناعت نداشتیم ما متوجه نشدیم یا این وقت از پیش ما ضایع شد، پس این حکم قطعی است، قابل استیناف نیست. سوم، در صورتی که ارزش مدعی ها از 100 هزار افغانی بیشتر باشد. دوست عزیز، به بحث دعاوی مدنی است، شما مطالعه دارین دوست عزیز که در دعاوی مدنی وقتی که دعوا در محکمه ثبت شوه، اگر دعوای مدنی پول باشه خب ارزشش مشخص است، اگر دعوای مدنی پول نباشه اکثرا به خاطر تعیین مبلغ امو فیصدی محصول محاکم، ابتدا محکمه به قیمت گذاری از او چی است؟ امو ما ادعا یا ای که امو مال مورد دعوا میپردازد. وقتی که این است، پس اینمی ارزش، اگر ارزش امو ما ادعا یا امو مال مورد ادعا از 100 هزار افغانی بیشتر نباشد، الا 100 هزار افغانی باشد، پس ایجاب نمی کنه محکمه استیناف ورد، چون به خاطر از اینکه تراکم زیاد میشه و آنقدر هم ارزش این موضوع نداره که به محاکم بالاتر بره، پس مستمع فرو محکمه ابتدای حکم میکنه امو قطعی است. و چهارم، حکم مبنی بر مجازات نقدی در جرم قباحت یا مجازات نقدی لا 50 هزار افغانی در جرم هست، شرطش ای است که در قانون مجازات حبس به او موضوع پیش بینی نشده باشد. دوستان عزیز، در قانون در قوانین جزایی افغانستان شما ملاحظه کردین که در بعض جرایم ما تنها حبس داریم، در بعض جرایم مجازاتش تنها جریمه نقدی است، در بعض هر دو است. اشاره قانون گذار در اینجا است که اگر جرم قباحت بود و جریمه نقدی حکم کرد قانون گذار قاضی، و اگر حکم قضیه جنه بود باز هم محکمه چی کرد؟ حکم به جریمه نقدی کرد. در این حالت حکم قطعی. شرط چی است که در قانون وصف جرمی از این موضوعی که مورد محاکمه شده شخص، تنها مجازاتی که برای پیش بینی شده جریمه نقدی باشه، بلکه حبس در این پیش بینی نشده باشه. اما به 4 حالت باز حکم محکمه استیناف قطعی است. در حالت قناعت طرفین به حکم صادره، یعنی هر دو طرف قناعت میکنه، میگه ما استیناف خواهی نمی کنیم، قناعت داریم، توافق داریم. دوم، در حالت قناعت طرفین دوم، در حالت انقضای میاد فرجام خواهی، که فرجام خواهی چند روز است دوستای گرامی؟ 30 روز. 30 روز. هرگاه 30 روز تکمیل شد، یک طرفین ادعا نکردن، پس این حکم قطعی است. در صورتی که ارزش مدعی ها در قضای مدنی حقوق و موارد شخصی الا 200 هزار افغانی و در قضای تجارتی الا 500 هزار افغانی باشه، دوست عزیز ما بیشتر 100 هزار افغانی در حکم ابتدایی گفتیم، اما دیگه چرا مبلغ کم بالاتر کردیم؟ به خاطر از اینکه اینجا حکم فعلی که استیناف هم در قبال خود داره از دو فیلتر گذشته، یعنی ابتدای و استیناف، پس احتمال اشتباه و خطا و اینا کمتر است. پس به این خاطر قانون گذار میگه که اگر ارزشش بالاتر باشه و طرفین قناعت نداشته باشه، خب بره به طرف تمیز، اما اگر نداشته باشه، ارزش از این مبالغی که اشاره کردم کمتر باشه، پس ایجاب نمیکنه محکمه تمیز بره. و چهارمش، در صورتی که ماهیت جرمی قضیه قباحت
یا جنهه باشه که در روز طرف چی پیش بینی شده باشه؟ جریمه نقدی. یعنی به این معنا که یک قضیه است یا قباحت است یا جنه است که در قانون برش هم جزای نقدی پیش بینی شده هم مجازات، اما قاضی در این مرحله تنها جریمه نقدی حکم میکنه. این حکم قطعی است. تفاوتش با فقره 4 ماده 72 چی بود؟ در اونجا ما گفتیم که در خود قانون تنها جزای نقدی پیش بینی شده باشه، اما در اینجا میگیم نه، ولو در قانون بر کنار مجازات نقدی حبس هم پیش بینی شده باشه، اما قانون قاضی در حکم خود تنها به جریمه نقدی حکم کنه. این حکم چی است؟ قطعی است دوست عزیز. خب سومین قاعده، قاعده مراقبت قانونی توسط سر محکمه است. این چی مفهوم داره؟ دوستان گرامی، قواعد محاکماتی در کشورها فرق میکنن. بعض کشورها در سیستمای محاکماتی خود هم اجرات محاکماتی هم از لحاظ شکلیات و هم از لحاظ ماهیت 3 مرحله ای دارن. یعنی به این معنی که یک دوسیه هم از لحاظ شکلی 3 مرحله خود باید طی کنه که ابتدای و استیناف و تمیز است، و هم از لحاظ ماهوی به چی معنی؟ یعنی صدور حکم. در قانون تشکیل صلاحیت محاکمه افغانستان که فعلا نافذ است قبل از این، و در قانون اجرا جزایی موقت که حال بدیل از اون قانون اجرا جزایی فعلی داریم، اجراعات محاکماتی در افغانستان هم از لحاظ شکلیات و هم از لحاظ ماهیت 3 مرحله بود. اما در قانون فعلی اجراعات محاکماتی در افغانستان از لحاظ شکلی 3 مرحله است، لیکن از لحاظ ماهوی یا رسیدگی قانونی 2 مرحله ای است، ابتدای و استیناف. پس تمیز چی کار میکنه؟ تمیز نظارت میکنه، حکم نمیکنه، رسیدگی ماهوی نمیکنه، نظارت میکنه. از چی؟ از فیصله، از قانونیت فیصله های ابتدایی و استینافی که آیا آنا حکم خود در مطابقت با قانون صادر کردن یا نکردن. خب قانون چی میگه؟ این قسمت ماده دوم قانون تشکیل صلاحیت محاکم اینجا میگه که قضایا به صورت عموم در محاکم افغانستان از لحاظ ماهیت، کیفیت و محتوا، یعنی به چی معنا؟ صدور حکم، در 2 مرحله ابتدایی و استینافی رسیدگی میشه، مگر اینکه قانون 3 مرحله یا 1 مرحله را حکم نموده باشد. در بعض حالات دوست عزیز اجراءات محاکماتی 1 مرحله است، مثلا ارتکاب جرم توسط قضات، البته جرایم وظیفه بیش، 1 مرحله است، یا رسیدگی به جرایم چی است؟ رسیدگی به جرایم که در قانون محکمه چی است؟ خاص به او ذکر شده، کمو جرایم رئیس جمهور است، جرایم وزرا است، جرایم اعضای شورای عالی سر محکمه است. و خب این 3 نوع جرایم که 1 مرحله ای است. خب سومش بعدش میگه که سر محکمه چی میکنه؟ سر محکمه قضایای مندرج فقره یک این ماده را صرف منظور اطمینان از تطبیق صحیح قانون رسیدگی میکنه و احکام محاکمه تحت عنوان بر اسب احوال مورد ابرام، نقص، بطلان، الغا یا تعدیل قرار میده. پس سر محکمه مسئولیتش چی است؟ نظارت است. نظارت از چی؟ از اجراءات قانونی محکمه ابتدایه و محکمه استیناف. ارگا در جریانی نظارت دریافت که احکام در مخالفت با قانون صادر شده، پس چند صلاحیت داره؟ 4 یا 5 صلاحیت داره. یا مورد تایید یا ابرام قرار میده، ابرام به مفهوم تایید قرارش میده، یا نقضش میکنه، یا باطلش میکنه، یا لغوش میکنه، یا تعدیل میکنه، تغییر میده. خب دوست عزیز اصطلاحات در مواد دوم و سوم قانون تشکیل صلاحیت محاکم با شما مراجعه کنین، اصطلاحات بخونین. باز انشاءالله در بحث تشکیل محاکم باز این اصطلاحات با تفصیل به شما به شرح میگیم ما که اصطلاحات چی مفهوم داره. خب پس وقتی دوست عزیز قواعد اصول محاکمات جزایی را بحث کردیم که 3 قاعده بود، قاعده قضاوت ثانی، قاعده قضاوت سجمی، قاعده مراقبت قانون توسط محکمه. گفتار ششم مورد اهمیت اصول محاکمات جزایی است. دوست عزیز چرا ما مضمون اصول محاکمات جزایی را میخوانیم؟ چه اهمیت داره؟ چرا در سایه جزایی ما قواعد
شکلیاتی اصول محاکمات داریم ما. اول اینی که نهادهای عدلی و قضایی از جمله محاکم، سارنوالی، پلیس و کلاه مدافع وقتی که روند یک دعوای جزایی را از آغاز تحریک شروع میکنن و تا نهایتاً که تا تنفیذ حکم ختم میشه به خاطر اجرای درست وظایف خود و به خاطر تنظیم سلسله اجرات یک دوسه ضرورت به بعض از قواعد و بعض از اصول و پرنسیپ ها دارن که اصول و پرنسیپ ها را چی تثبیت میکنه و چی تشکیل میده، این اصول محاکمات جزایی تشکیل میده. بنان از یک دید اصول محاکمات جزایی دستورالعمل کاری یا یومی نهاد عدلی و قضایی است. هرگاه ما این دستور عمل نداشته باشیم، این رهن ما را نداشته باشیم، ما اجراعات خود را به صورت درست تعقیب کرده نمیتونیم. پس این دستور عمل کمک میکنه به نهاد عدلی و قضایی تا اجراعات خود را درست تطبیق بکنن، اجرا بکنن تا عدالت تأمین شود. دومی که در اصول محاکمات جزایی یک سری قواعد، یک سری ارزش ها، یک سری از اصول حاکم است که در نظر گرفتن اصول، قواعد و ارزش ها باعث از این میشه که عدالت تأمین شود، هیچ یه بیگناه محاکمه نشه و هیچ گناهکار از چنگال قانون نجات نیابه. پس اهمیتش ای است که وضع قواعد و مقررات نهادهای عدلی و قضایی را به اجرای درست قانون، اجرای عدالت چی میکنه؟ رهنمایی میکنه و اینا را از تخطی و تخلف و از انحراف اجرات درست قانونی چی میکنن؟ جلوگیری میکنن و اینا را مستقیم برایشان هدایت میکنن. رعایت قواعد مقررات باعث میشه که حقوق مردم نقض نشه، اما متاسفانه در صورتی که خدای نخواسته این قواعد، این مقررات رعایت نشه، حقوق افراد نقض میشه. اصول محاکمات جزایی دوستا تامین کننده حقوق آزادی فرد است. هدف اصلی دولت از تعقیب عدلی یک فرد تأمین عدالت است، حمایت جامعه است، تنبیه خودش است. خدا نخواسته انتقام گیری نیست. پس اصول، قواعد و مقرراتی که در روند تعقیب عدلی وضع میکنه بیشتر هدفش حمایت است. حمایت از چی؟ از اصل برابری. حمایت از چی؟ از اصل کرامت انسانی، از اصل احترام به شخصیت افراد. اما خب پس این قواعد و مقررات وقتی که تطبیق می، گرچه شخص محاکمه میکنه، مجازات میکنه از تعقیب عدلی در جنان تعقیب عدلی، اما از یک روند قانونی است. این قواعد و مقررات باعث از این میشه که اعتماد مردم به دولت بیشتر شود، نظام امو ابهت خود حفظ کنه، از چندین نورسیدگی اجراات جلوگیری شود، تخطی ها جلوگیری شود، آزادی افراد حمایت شود و به حقوق از اونا تعدی و تجاوز نشه. مثل ورود افراد به منزل، مثلا ماده 38 قانون اساسی افغانستان مسئولیت مسکن به احترام کرده و او را چی است؟ به رسمیت شناخته. پس وقتی که یک پلیس میخواد داخل منزل شخص شود، قواعد در ماده 119 قانون اجرایی جزایی به او پیش بینی شده که قواعد رعایت بکنه، از جمله اجازه محکمه، اجازه ساکن، بحث بعدیش دق الباب نمودن، معرفی خود به خود ساکن، در میاد قانونی یک در میاد مشخصی که در او اجازه نامه ذکر شده به بررسی خود بپردازه و سایر شاخصهایی که در قوانین به این مشخص شده. بنان اصول محاکمات جزایی به منظور تطبیق صحیح قانون و رعایت اصل عدالت و شده و از دستور عمل کاری نهادهای عدلی و قضایی شمرده می شود. دوست عزیز،